آخه اون پیرمرد چه میدونه میراث فرهنگی چیه؟ ثبت و تعهد و محضرخونه کدومه؟ حتما تو یه کاغذ گذاشی جلوش، اونم فکر کرده کارنامه شاگرد اولی سپیده دختر منه، اونو امضا کرده. حرفا میزنی تو؟ اون هوش و حواسش از من تو بهتره. تو چه جادو جنبلی کردی که بلر ازشون گرفتی؟ دیگه چیز دیگه ای نیست که به ما ببندی؟ بابا من به کی بگم آخه کار من خلاف قانون نبوده؟ من چطور باور کنم که لطف الله خان اجازه بده پای غریبه مثل مور و ملخ بریزه اینجا، اونم به اسم گردشگر؟ اون دیگه مشکل خودت. مشکل من مشکل خانواده است، همه مخالفن، هیچ کس دوست نداره پای غریبه به اینجا برسه. آقا قرار بود که دیگه بحث نکنیم، اینا انگار یادت رفته. آره خب اینایی که میگی مخالفن کیا هستن؟ شاپرک و زری که خب درگیر آقا جونه، سارا هم که دست از بچه‌هاش بر نمی‌داره، پری هم که دنبال نازنین و نوشه. خب این وسط میمونه حضرت عالی که خب شما هم چند ساعت مهمون ما هستی. من مهمونم؟ مگه یادت نیست چند لحظه قبل همسرتون گفتن که من دیگه یک دقیقه هم اینجا نمیمونم میرم تهران؟ خب ایشون برن شما همراهش میرید دیگه، خلاص من دیگه حرف نمیزنم. آه آه لال بشی. چه خبره؟ سارا خانم من اومد چیکار داری میکنی؟ خونه بازی ها رو در نیار، بر کنار. ببین تا تکلیف من و شاپور تو این خونه مشخص نشه من اجازه نمیدم شما تشریف ببرید تهران، حتی اگر شده از تهران باید بیای همینجا زندگی کنی. تو اگه دلت خواست میتونی بیای اینجا زندگی کنی، من و بچه‌هام برمیگردیم تهران. حبیب از این شاپور سیاس آبی گرم نمیشه ها، بهت گفته باشم. اگرم دلت خواست میتونیم بریم خونه سالار خان انسیه. بله همینم مونده که بریم خونه سالار خان زندگی کنیم. اون خونه قبل اینکه خونه سالار خان باشه خونه دایی مامانه. نه خیلی بار کنار. چشم ببین شما میتونی تشریف ببری خونه اونا زندگی کنی، هیچ ایرادی نداره، ولی من اجازه نمیدم بچه هم سر سفره کسی نون بخورن که چشم طمع به مال و اموال بابام دارن. مال و اموال؟ خوبه اون موقع که حاج کریم تو بازار حجره داشت بابای شما هنوز نتونسته بود یه مغازه فکستنی هم بخره. سارا؟ بله هزار دفعه خودم از زبون آقا جون شنیدم که میگه اگه حاج کریم و کمکاش نبودن هنوز تو بازار داشت شاگردی میکرد. چیه دوم در آوردی حبیب؟ دوم در نیاوردم، فکر بابام هستم، فکر اینم هستم که شب اصلا گوش کن بگو ببینم خاله عزت واسه یه چی توی اون مراسم توی اون موقعیت اون تعهد نامه رو کرد؟ من چه میدونم، فک و فامیلای تو هم دیگه. خیلی خوب شما هم زبون بکن بگیر. سارا خانم خواهش میکنم، خواهش میکنم، بسه دیگه. گوش کن چند روز مونده تا اون تعهد نامه اجرا بشه؟ 11 روز حبیب، 11 روز. 11 روز؟ خب نمونم. آجیر قرمز بود؟ صدای خروس همسایه بود آقا جون، شما استراحت کنید. این خروس همسایه چقدر بی‌محل آجیر میکشه. خب دیگه این یکی چی بود؟ ببخشید آقا جون. این یکی ولی یه نمه بامحل بود. دون و آبتون رو میدم. ای بابا بچه. آخ 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 اینجا چه خبر آقا بی؟ شده مزرعه حیوانات؟ چیزی جون که نشد. من نه ولی اینا یه چیزیشون میشه، از اینجا ببرشون. داری بیرون هم میکنی؟ نه شما رو نه، ولی اینا دیگه نمیتونن اینجا بمونن. اون از جیغ بنفش سارا خانوم، این هم از بازار شامی که شما درست کردی، برشون بالا پشت بوم جایی. چشم عروس خانوم، شما فقط هرس و جوش زیاد نخور، نزو خون خونه تو بخوره. من واسه خودم نمیگم که، همتون شنیدین که دکتر با آقا جون اسارت مطلق داد دیگه. بله. دلتون نمیخواد دوباره برگرده گوشه بیمارستان؟ نه خیلی خب پس من میرم و برمیگردم اینا دیگه اینجا نباشن. چشم عروس خانوم. دیگه هم به من نگو عروس خانوم. چشمت ببینم. ببین میخندی چقدر خوبه، وقتی میخندین من و بچه هم خیلی خوشحال میشیم. منم وقتی شما سرصدا نمیکنین خیلی خوشحال میشم. چشم دیگه هم نگو. چشم یک گذر شورم. اردشیر اومدیم بابا، بطل همونجون بودم. آماده این الان؟ بله حاضره. یه ماشین ما میریم، یه ماشینم شما بیان. سهرا من باید برم سارخانون از خونه لطفالخان بردارم.
ما خودمون میریم دنبال سارا خانم. سالار آماده است؟ داره آماده میشم اونجا. شما معطل نکنین، زود بیاین پایین. من که از همه آماده ترم. سالار! سالار! خب عمو جان سویچ. تو تا حالا دیدی یه سوارکار اسب داشته باشه بدی که دیگه سوار شه؟ یعنی ما رانندگیمون بده؟ نه پسرم، اونی که بد داره میکنه منم. روز میدان اسب لاغرمیان، بعد گاو پرواریش. حالا ما دیگه شدیم گاو پرواری عمو جان. ماشاءالله تو هم که همه چیز اشتباه میفهمی. نه دیگه حرفتون رو زدی. سالار! سالار چی کار میکنی؟ چی میگی؟ بابا بیا دیگه، ما همه اینجا آماده ایم، اونا هم دم کارگاه منتظرن. خیلی خوب شما بریم، من اومدم. من منتظر یه تماسم از طرف حامد. یه دنده انگار نه انگار که فامیلیم. پاشو کرده تو یک لا اله الا الله. خیلی خوب دیگه ادامه نده، من دم در منتظرم. بابا الو رهنما، گوشی دستت. آره ببین، یه جوری خودتون رو خسته نشون بدین که انگار 24 ساعته خط تولید کار میکنه و دو روز خونه نرفته. چی شد به سارا جون؟ زنگ نزدی؟ نکنه ناراحت بشه. هیچ ازش خوشم نمیاد که میره این همه راهو. ببخشید، مثل که ما دختر داییشیم ها. انسی انگار نه انگار این طرفیه، صاف رفته تو چنگ فرشیان ها. امش هم باشی اینو میگم. من نمیدونم تو کی میخوای دست از این کله شق بازیات برداری، اینقدر دیوار نکشی بین تو تو خانواده. تا وقتی اونا هم دست بردارن هم پا. حامدو که از خونه بیرون کرده دیگه، سارا رو ول کن. انسی تو که منو میشناسی، به خدا به اون بدی که تو فکر میکنی من نیستم. خیلی خوب، از دل حامد در میارم. سارا هم هر وقت اومد خونمون قدمش رو تخ به چشام. حامد هم فعلا مدیر بمونه تا بعد، خوبه؟ خیلی خوب، حالا اگه راست بگی این حرفا رو تازه میشی اون سالار همیشه. نموردی و بالاخره زنمون یه تعریف کوچولو هم کرد. تو که همیشه خوبی، اما خودتی. چرا شب بیدی رفتیم به من نگفتی؟ من که مورد خواستی نبود. داشتم نمیخواستم خیلی مزاحم خلوتتون بشم. تبکی نداشته داشته؟ نه. شماره دکتر قلب لطف‌الله خانو داریم؟ بله دکتر صابری، ولی الان کاشون نیست. عیب نداره، شماره شونو بدیم من خودم باشون تماس بگیرم. بفرمایی. امون مدام باید فشار و ضربان قلب لطف‌الله خانو چک کنید. اینجا هم باید رفت و آمد کم باشه، باید خلوت باشه، باید ساکت باشه. این شربت رو آوردم، دو وعده باید در روز بخورم. نگران نباشید، هیچ ضرر نداره، گیاهیه، خودم درست کرد. دست شما درد نکنه. مگه همه اجاقمون کور بوده؟ بچه رو برای تو سرما میخوره. خب بزنی سر شاد باشی. مگه تو اتاق نمیشه شاد؟ راست میگه بهرام خان، نازنین تو تر بره تو سینه پهلو نکنه. شخص اولاد نکنه. بهرام باشی. آخه اسبال جون، الان وقت شیرین تعارف کردنه. برو ببین چی کم و کسره. خدا عزیزم برو.
زری خانم اینه شما لطفا بگیرید من برم کوچه را پایی موازه بچه که هستی یه انقدم ندید ندید نیستیم خیالتون راحت باشه خیلی متشکرم همه خانم شیرینی بفرمایی بله بله اومدم اومدم آره آقا جون آوردم خیالت راحت باشه آقا کجا بهت زنگ بزنم یه کاری پیش اومده باید برم روز اول عیدی چه کاری پیش اومده باید بری خب باید برم یه چک به یه نفر بدم یه چک ازش بگیرم دو دقیقه هم طول نمیکشه شاید هم زودتر خودت زری خانم من که به شما قول دادم تا آخر چهاردهم تعهدنامه بی خیال شاهین شاپور هر کاری میخوای بکنی خودت بکن پای شاهین رو نکش وسط هر چی شما بگی چقدر قشنگه شلوم مبارکش باد زری خانم زری خانم زری خانم زری خانم بله بله من میرم دل جیگر این گوسفنده رو بیارم یه دونه جقور بقور خوب درست کن بخوریم او دل جیگرش مال من و زاوه گفته باشم خب بس یه کاری بکن دلشو بیار برای آقا جون کباب کنم قلبه رو بیار برای خاله عزت و زاو بس بقیه همش هم مال من درس تو خوب بلدی ها دیگه داریم درس پس میدیم ای یا سلام جناب دکتر صابری غیر از تو دیگه کی میدونه؟ داشت منظورم شما بود متوجه نمیشم یعنی هیچ کس به این حال بعد لطف‌الله خان شک نکرده؟ اون دست خداست اونو که میدونم اون دست خداست ولی قلب مثل یه ماشین میمونه تا یه زمانی کار میکنه قلب لطف‌الله خان روزای آخرشه که گفتین دیگه کی میدونه؟ بالاخره آدم هایی که اینجا هم بچه های لطف‌الله خان اونا حق دارن بدونن که باباشون چرا حرفتون رو درست نمیزنین؟ پیشنهادم اینه که خیلی مراقبش باشید دکترشون چیزی گفتن؟ نه همون حرف های همیشگی دکترها فقط تأکید کرد که به اطرافیانشون بگیم خیلی حواسشون به لطف‌الله خان باشه که اینجا متاسفانه هیچ که حواسش به این موضوع نیست آقا جونت تو رو خدا من رو نترسون نه من نمیخوام بترسونمت من فقط میخوام بگم که آقا جونت خیلی خوشبخته که تو رو داره من فقط دلم میخواد شب عیدی با هم خوش باشم نوه هاش و بچه هاش همه کنارش باشم مثل سالای قبل میفهمم
اگر عید نبود من خودم این چکای برگشتی رو از شما و طلبکارا جمع میکردم میچپوندمش تو قلفتونی. شما این سالا رو بندازین زندون، من دو برابر این پول رو بهتون میدم. این وسط چی گیری تو میاد؟ من قبل از اینا باید نوک این سالا رو میچیدم. این نوک چیدن ها واسه شما که هم گرون تموم نمیشه شاپور خان. والا این کینای خانوادگی جز ضرر نتیجه نداره ها. شما این کارها چی کار دارین؟ شما این چک رو بگیرین با حکم جلبتون این سالا رو مارمولک رو یه چند روز بندازین زندون. رو کم کنیه دیگه. آره حالا بریم ببینم چی کار میکنم. بفرمایید. خیال راحت شاپور خان. لطف الله خان باید بدونه من لایق ترم یا نه. بفرمایید، بفرمایید، خیلی خوش اومدید. خانم عزیز، آقایون محترم و اینم خط تولید. بفرمایید، خواهش میکنم. همونطور که میبینید اینجا همه چیز آرومه، تحت نظارت سالارخان. عمو جان بورو حس میکنین؟ بفرمایید. دستگاه 24 ساعته در حال کار هستن. میتونین امتحان کنین. خواهش میکنم، نظارت کنین. بفرمایید. اجازه بدین براتون میگم بیارن. یه کارتونشو میگم بیارن. پسر یه کارتون ببر. خواهش میکنم. به کارت برسه. نور به قبر دوباره هاش کردیم که سنگ بنای این کارخونه رو گذاشتیم. مخلصیم آقا. بفرمایید. خواهش میکنم. تمام دستگاه‌های ما مدرنن، کارگرامون هم 24 ساعته دارن کار میکنن. اصلا بفرمایید انبار رو ببینید. بفرمایید. بفرمایید. عمو جان ببینید انبار تا سقف پر جنسه. خواهش میکنم. عمو جان همش پاستوریزه است. پسر جان یه دونه از این آبا بده بخوریم ببینیم. مردم از تشنگی. ما هم اصلا نفهمیدیم ها. ببین آقا رهنما شطور دیدی ندیدی ها. خانم شما بفرمایید میام خدمتتون. بفرمایید. مخلصیم آقا. مهندس کارت حرف نداشت. نمک پرورده آقا. خسته نباشی. مرسی سلامت باشی. قربونتون برم. ببین کارگرها هیچ کدومی چی نفهمن ها. فهمیدی؟ شاید. اومدم به کارت برس. بزنیم بخوره به اون TNT همه شون با هم دیگه میریم. آره بزن. نه نه یه دو دیگه برو بابا. بابا یه دقیقه هم برو تو اون پیج، اون پیج رو تاچ کن اون بالایی رو ببینیم دنیا چه خبره. بفرمایید آقا جون. خیلی حواستون جمعه آقا جون. چه خیال کردی؟ فکر کردی فقط تو المپیادی هستی؟ از چرا بعضی وقتا نشونه که متوجه نمیشین؟ دروغ میگی؟ دروغ نمیگم بابا، چاخان میکنم. چاخان مصلحت آمیز بهز راست فتنه انگیز. بابا راست فتنه انگیز چیه؟ از همین خانوادمون. بابا یه موقع تو قاطی این کارا اینا نشیا، من رو تو یه حساب دیگه ای باز کردم. عین شاپرک. چی شد؟ خواستم ببینی که ما زحمت خودمون رو میکشیم اما هیچ سودی نداره. خوب شد شرکه ها من نفسی دیدم. سالا میگم عمو جان اصلا از این وضعیت راضی نیستا. خیلی من نمیدونم چرا برو خودش نمیاره. راضی نیست؟ خب نب چرا؟ من یه خطایی هم سر زده. نمیدونم. نمیدونی دست شما درد نکن. سالا خودمونی ما ولی باور کنیم بوی گلاب همیشگی دیگه نمیام. ببین اون رایه دلانگیزی که هر وقت می اومده اینجا سر تا سر کارخونه رو برمیداشت دیگه نیست. خانم ما صبح تا شب با توفاله استفادوس و آبیشن و گل سرخ و بیدمه شرف این تا این رایه دلانگیز برای شما دیگرون بسازیم. اون وقت شما نکنه شامت ضعیف شده؟ اینش یه سرما نخوردی؟ نمیدونم شایدم چی بگم. تو چیزی نگو، فقط یک کاری بکن من هرچه سریعتر برگردم سر پست مدیریت خودم. پست مدیریت؟ بابا تعهد نامه سالار. بابا اگه این حرفو میخوای بزنی که باید دم اونا رو ببینی نه من. اونا کی رو چندن؟ تو همه کاره ای، تو بخوای حله. هندونه گلاب سالار. دعا
دلار. باشه بازم باشه ای والا. سرد باش سالا. هله هله ناصر دوماد و خانواده اصیلشون چه خبر؟ رفتن دیگه پیداشون نشد. هنوز که خبری نشده. زری جون پس چی شد؟ منتظر تماسم. میخوام 100 سال سیاه تماس نگیرم. شاپرک! شاپرک! بله آقا جون. جونم آقا جون. بابا اینو وردار ببر برای زاو نازنین. این بچه حتما بوی اینو شنیده، حواس کرده بابا. چشم آقا جون. بیه که اینو آقا جون سفارشی واسه تو فرستاده. دستش درد نکنه. فکر نمی کردم منو دوست داشته باشه. چرا؟ از وقتی اومدم نتونستم یک کلمه باشون حرف بزنم. قراشتی مامان بابا به من چه مربوطه؟ چرا گریه میکنی نازنین الان؟ از اون موقع که بچه به دنیا اومده همه حواسشون به بچه است، نه به مادر بچه که اونو زاییده. انگار نه انگار منم مثل تو نوی آقا جونم. قبلا انقدر دلنازک نبودی یا؟ ماما میگفت آقا جون اسم منو تو رو انتخاب کرده و تو گوشمون از آن گفته، اما انگار همیشه یه فرقای بین من و تو هست. بهت اصلا نمیاد تصور باشی. به خدا نیستم، اما وقتی منو عروس کردم فرستادم مشهد ناشکری نمی کنم. شوهرم آدم خوب و خوشقلبیه، اما من دلم میخواست معلم بشم، یادته؟ اما انگار باید این آرزو رو گوشه دلم نگه دارم. همیشه کارهای اجتماعی رو دوست داشتم، اما تو شدی مربی و من شدم خونه دار. هنوزم که دیر نشده. حالا حالا وقت داریم. چقدر نقش و برنامه واسه خودم داشتم. میخواستم روانشناس بشم. حکایت اون شعر معروفه که میگه گاهی کارها خود به خود جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشود. میتونه خوشگل میشی میخندی، اصلا قصه بهت نمیاد. باشم دنیا که به آخر نرسیده، از همین فردا برو درس رو دوباره دنبال کن. منم خیلی چیزا میخواستم ولی یه جور دیگه شد. هرچی صلاح باشه همون میشه. خدا رو شکر. بخند. آها تو همیشه به من میگفتی بخند. کاش آدم بزرگ نمیشد شاپرک. نازنی دوباره باشه یه قولینم بخندم. اگه بخوای بیشتر از اینم قصه بخوری این سفارشی آقا جون سرد میشه. ببین این راست اسم بچه رو انتخاب کردی؟ نه بابا، مامانم بابا همیز با هم بحث دارم. به خدا گلاب شکر. ای بابا خدا رحمت کنه خانم جونو. اسم شوکت همون به درد 100 سال قبل میخورد. نه بچه ای که تو عصر کامپیوتر و اینترنت بخواد زندگی کنه. اولا 100 سال نیست و 40 ساله. دومن ما خانوادگی به گلاب حساسیت داریم. به گلاب یا به گلابچی ها؟ هم به گلاب هم به گلابچی ها. مگه از روی جنازه من رد بشید که اسم نبه من بشه شوکت و گلاب؟ گلاب 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 گلاب. دلم برای بچه ها خیلی تنگ شده. نه باش، خواستم بگم که هیچ.
جون براتون آب پرتقال آوردم. امر دیگه ای نداری؟ دست درد نکنی شاپرک جون. آقا جون من شاپورم، شاپرک نیستم. شاپور. بس جفتتون شین داریم، اما شینمون کجا؟ شین تو کجا؟ آقا جون اگر یه چیزی ازتون بخوام نه نمیگین؟ میگم یه چیزی ازتون بخوام نه نمیگین؟ تا چی باشه؟ نه من برای خودم چیزی نمیخوام، برای بچه ها. برای بچه ها، برای شاهین و شاپرک و اینا. بله بله، هم برای اونا هم برای بقیه بچه ها. آقا جون من فرشکست شدم. بوی پول شنیدی یاد بچه ها افتادی؟ نه نه ابدا حرف پول نیست آقا جون. میدونید نمیدونم چطوری بگم. نمیدونی چطوری بگم. شکرت خدا بیامرز میگفت هر وقت یکی میگه نمیدونم چجوری بگم به هزار در میزنه جز در اصلی. حالا بزن به در اصلی، چی میخوای؟ بگو بگو. ازتون میخوام که اختیار تام به من بدید که من بتونم اموالتون رو بزنم به نام خودم، که تا آب و از آسیاب افتاد و از شر این سالار و این فامیلی گرابچیان راحت شدین، بعد دوباره اموالتون رو برمیگردونم به نام خودتون. دامرتو هم برام برمیگرد به نام خودم. وقت وکالتو تا کی میخوای؟ تا هر زمان که شما هم بفرمایید. تا هر زمان که من بخوام. بله. خجالت نمیکشی؟ خجالت نمیکشی؟ وکالت چی شد آقا جون؟ هیچی نشد. یه خرمگس اومده بود تو اتاق، خودش رفت. بریم بریم بریم. میخوام بنام گوش کنم بخوام. الو اردشیر سلام، حالت خوبه؟ من میتونم با عمو رحیم حرف بزنم؟ جانم. عمو رحیم سلام. سلام. ازت مزاحمت. عمو رحیم من داشتم الان پرینت این حسابای مؤسسه رو بررسی می‌کردم. بعد اون خیر ناشناس هست که به حسابمون پول واریز میکنه. هر دفعه حسابا رو که چک میکنم از تهران پول ریخته. این بار آخر از کاشون پول واریز شده. ممکنه صفوی باشه. همین، خواستم فقط بهتون بگم که یه حدس و گمانایی مبنی بر اینکه آقای صفوی اون خیر ناشناس باشه وجود داره، ولی من بعید میدونم. حامد بابا؟ آره حامده. حالا درصد من الان زنگ زدم به شما، فقط شما رو هم در جریان این موضوع بذارم، چون من رد این قضیه رو گرفتم، به یه جاهایی دارم میرسم. خواهش کردم شما هم در جریان باشین، اگر چیزی به گوشتون رسید حتما به من خبر بدین، چون خیلی به من کمک میکنه. باشه با هم حرف میزنیم. این اتاقم نظافت میخواد. ممنون نشم ازم. آقا به نظر من یک کاسه زیر نیم کاسه است. تعهدنامه رو میگی آقا؟ هم تعهدنامه هم رفت آمد عجیب غریب آدم ها. راستش من به دو نفر مشکوکم، بگم؟ خدای من ببخش. یک سالار خان، دو آقا شاپور. شاپور خان؟ تو دختر منی، تو فقط از آقا جون بخواد تا سر رسید اون تعهدنامه مال انبارشو به نام تو بزنه، آبا که از آسیاب افتاد همه رو برمیگردونیم بهش. اگه صحبت یک قرن دوزار بود من اصلا این پیشنهادو نمیدادم. حرف چند صد میلیون، حتی چند میلیارده. نمیدونم اصلا تو میتونی تصور بکنی این مبلغ چقدر پوله و باهاش چه کارهایی میشه کرد؟ میتونی؟ ما یه خانواده ایم، این پول میتونه کیان خانواده ما را حفظ بکنه.
اون پول میتونه برای شاهین یه کار درست کنه، اون از این علافی نجات بده. نمیدونم میدونی یا نه، اسماعیل و نازنین تو مشهد هنوز مستاجرن. اونم الان با این بچه. اون پول میتونه یه سقف بالا سر اونا بسازه. اما ابی بیچاره میتونه با این پول یه پرنده فروشی بزنه. اما سپیده با این همه استعداد میتونه بره بهترین دانشگاه دنیا درس بخونه. حبیب حقشه تو بازار تهران یه نمایندگی کره یا ژاپن داشته باشه و ازش توپ بشه. بیچاره خودشو تو سرای امین‌حضور توی یه مغازه 3 در 4 حبس کرده. برای چی؟ برای اینکه وضعش درست نیست، دستش خالیه. این کارو میکنی؟ اصلا همه اینا به کنار، به این فکر کن که اگر این تعهدنامه اجرا بشه مادرت با از دست دادن این همه پول میتونه دوباره نفس بکشه. اصلا آقا جون زنده میمونه. آقا جون تو نباشی ما چه کنیم؟ وقتی شب اومدی در خونه؟ آخه دیوونه شدی؟ نمیگیر همسایی ها ممکنه ما رو به پا؟ خیالتون تخت آقا. اینا؟ بله. سلام. چرا دو قلو؟ آقا کار از محکم کاری عیب نمی کنه. هر اتفاقی بیفته میندازیم گردن اون یکی. عیب میکنه، خیلی تابلویی. ببینم از پس کار بر میام. بله آقا، امتحان پس دادن. من تعهدنامه رو میخوام، اصل تعهدنامه رو. ببین فقط دست خالی بر نکردیم. ای آقا شاپور خان، تا حالا کار ما عیب و ایرادی داشته؟ حالا ببینم چند مرده علازین. شما برین، ببین دفعه دیگه هم در خونه نیا. خودم زنگ میزنم. پورسانت ما که یادتون نمیره. خیالتون تخت آقا. باشم اومد. اگه این پسر خودشو لوس نکنه کار تموم انسیه. برم بابا حامد از خودمونه. بهش سفارش کن به من پیله نکنه. برو چشم. زمنان بگو بیشتر باشون گرم بگیره. با اون که اصلا دکتر خونوادگیشون سالان. بعد مثلا از بچگی که تو خونواده اونا بزرگ شده. بله. حواست باشه تا 14 پا رو دم من نذاره. بروی چشم. چیزی میبینی تو؟ من هم همه جا رو تیر اتار میبینم. آی کیو
قفله. رمزش میدونی چیه؟ نه از کجا بدونم؟ صبر کن زنگ بزن. الو آشاپور قفله رمزش نمیدونیم چیه؟ فوری تعهد نامه رو بردارید و بزنید به چار. خیالت راحت چشم ها. خیالت راحت. دینامیت. مگه میخوای سواسه استخراج کنی؟ نه میخوای با بشکن درشو باز کنم؟ بده من میدونم چیکار کنم. بجون منفجرش کن. صبر کن منفجرش کن. صبر کن. بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد از آن که دل بردمی به فکر ما نباشد. در این